شبتان بخیر. ادامه برنامه شام یک و بخش سلامت روان هست. امشب قرار است روی موضوع اختلال شخصیت شکاک و سویزن صحبت داشته باشیم و خوشبختانه مهمان هم داریم. بانو حسینا محمدی با ما هستند. روی این موضوع صحبت می داشته باشیم، روی چیستی و چراهایش با ما باشیم. سلام، شب شما بخیر. شب شما هم بخیر. عرض سلام خدمت خودت فریبا جان و همه بینندگان عزیز تلویزیون یک، بخصوص برنامه شام یک. امید که همیتان خوب و صحتمند باشین. سلامت باشین. روز و روزگار چطور سفری میشه بانون حسینا؟ شکر از مگذره. خدا را شکر. زنده باشین. ما موضوعی که انتخاب کردیم امشب و قرار است که روی صحبت داشته باشیم، موضوع اختلال شخصیت شکاک و سویزن هست که اکثریت افراد با این مشکل مواجه هستند. شخصا خودم همیشه در هر موردی که بودم من مشکوک بودیم. یعنی یک تردد داشتیم در او باره. خوب است که اختلال شخصیت همی پارانوید یا سویزن را یک تعریف بکنین که چی هست. تشکر فریبا جان. قسمی که میفهمیم اختلال پارانویا یک نوع احساسی است یا فکری است که فرد گمان میکنه که از طرف شخص دیگه مورد تهدید واقع میشه، و یا که فکر میکنه که ممکن است از طرف یک شخص برش آزار، اذیت یا صدمه برسه. یعنی دائما فکر به این فکرش، احساسش به این مشغول می باشه که شاید کسی مرا تعقیب کنه، شاید اینکه کسی باشه بر من صدمه برسانه. و همچنان این اختلال پارانویا در طول زندگی ممکن است بر افراد اتفاق بیفته که سبب از این میشه که فرد مشکل پیدا کنه. و این ممکن است که مشکل در یک فرد زمانی که پیدا میشه، وقتی که شدتش زیادتر باشه، اینجا است که خیلی مشکلات زیاد را به بار میاره. ما برش میگیم که این شخص دچار اختلال پارانویا شده یا اختلال پارانوید. و ما فکر میکنم یکی از دلایلش که اشخاص همه اختلال را پیدا میکنن تجربیات گذشتهشان هست. همه قسم یک چیز هست. دقیقا. دوره کودکی خیلی رول داره در این قسمت. و افرادی که مبتلا به این اختلال هستن چه علائم را از خود نشان میتن؟ باید بگویم که افرادی که مبتلا به اختلال پارانویا هستن آزرده میشن زود، عصبی میشن، عکس العمل زود نشان میتن، اینا منزوی میشن، ارتباط خوب اجتماعی با دیگران برقرار کرده نمیتونن، و همچنان باید بگویم که به دیگران اعتماد نمیکنن، شک میداشته باشن. همیشه فکر میکنن کسی هست که بر از اینا صدمه وارد میکنه، کسی هست که به صورت پنهانی شاید ایرا مورد تعقیب قرار بده، و یا ای که دائما رفتارای سرد با دیگران می داشته باشه، خیلی عصبی، زود عکس العمل نشان میده و فکر میکنه دیگران برش خیانت میکنه. مثلا یک مراجعه ما داشتم که یک شخصی بود برای ما گفت که من نامزد هستم. وقتی که ما با نامزد خود گپ میزنم، دروازه که طرق قسم میشه مرا میگه که ویدیو کال که ما ببینیم که در خانه کی هسته، کی آمد به خانه. یعنی تا این حد میتونه که سر روابط افراد تاثیر منفی داشته باشه. و میشه که چند ویژگی بارز ای افراد بدبین را هم شما اشاره بکنین که کدام ویژگی ها هست؟ چون ای افرادی که پارانویا دارن دوره طفولیت خوبی نمی داشته باشن، اینا تحقیر میشن، توهین میشن، چی در محیط خانه باشه، چی در محیط مکتب باشه، چی در اجتماع باشه. وقتی که اینا بزرگ میشن، اینجا است که مهمترین ویژگی که یه افراد داره، یعنی اعتماد نمیکنن بالای دیگر را زود. فکر میکنن که اگر هر چیزی که به یک نفر بگه ممکن است مثلا یک خوبی که اینا میکنن در مقابل، فکر میکنن این فرد یک ما برش خوبی کردیم، شاید او از ما یک خاص دیگه داشته باشه. همیشه متوجه خود می باشه که ممکن است او فرد بر ما صدمه برسانه، ممکن است بر ما خیانت کنه، و یا ای که ما باید کار کنم که نشه که دیگر را از ما سوء استفاده کنه. چون این فکر میکنه شاید من یک عمل انجام بدم، یک کار کنم، دیگر را از ما سوء استفاده کنه، یا خوبی که ما به یک نفر میکنم ممکن است دوباره از ما سوء استفاده کنه. و همون مهمترین چیه است که بی‌اعتماد است، شک میکنه، فکر میکنه که دنیای بیرون قابل اعتماد نیست هر کسی که باشه، و رفتار با این قسم افراد خیلی زیاد مشکل ساز است، مشکلات زیاد را به بار میاره. بله. و عمده ترین علت بروز اختلال در افراد چی می باشه؟ عمده ترین علت بروز از این فعلا معلوم نیست، ولی تحقیقاتی که روانشناسان انجام دادن گفته شده که علائم عوامل ژنتیکی خیلی زیاد تاثیر گذار است. مثلا بیخوابی، استرس میتونه که نقش داشته باشه، و همچنان بعضی از بیماری ها مثل اثر آلزایمر و بعض بیماری های دیگه هستند که سبب بروز پارانویا میشه. و همچنان خانواده خیلی زیاد نقش مهم داره.
ای عوامل اجتماعی افرادی که در دوربر از این شخص میباشه سبب از این میشه که رفتارهای از اونها سبب میشه که فرد دچار اختلال پارانوید شه. مثلا کودکی که در یک خانه میباشه زمانی که یک پدر شکاک داشته باشه یا مادر شکاک داشته باشه طبعا تاثیرگذار میباشه بالای رفتار کودک. زمانی کودک بزرگ میشه فکر میکنه که کسایی که امروش در ارتباط میباشه چی دوستش باشه و بعد یک مراحل سنی را که طی میکنه در هر جایی که باشه با کسی که مثلا روبرو میشه فکر میکنه که اونا برش خیانت میکنن، فکر میکنه که اونا برش ضرر میرسونن، فکر میکنه که کسی هست که را کنترل میکنه و همچین موارد. دقیقاً. و آیا از نظر علمی شکاک بودن و همین سویزن داشتن هم مزیت داره؟ شکاک بودن یا خوشبینی، مثلا کسی که خوشبین باشه در پالی ازی که مثلا این میتونه که امیدوار باشه به زندگی در پالی ازو این روانشناسان تحقیقات را که انجام دادن گفتن که این افراد میتونن که مشکلات خودشان حل کنن. زمانی که در زندگی شکست میخورن اینا میتونن که یک رای پیدا کنن به خاطر پیشبرد زندگیشان و همچنان این افراد میتونن که از شکستایی که در زندگی میداشته باشن تجربه بگیرن، یعنی مشکل خودم میتونن به صورت خوبتر و بهترتر حل کنن. و در مقابل بدبین بودن و سویزن داشتن خوشبینی هم وجود داره و خوشبینی چقدر میتونه یعنی مزایا و معایب خود داره؟ خوشبینی هم مزایا داره هم معایب داره. مثلا افرادی که خیلی زیاد افراد کنند در خوشبینی سبب از این میشه که مسئولیت پذیر نباشن یا یکی یک کاری که اینا به اتمام میرسانن اما کاری که با موفقیت به اتمام میرسن میگه که این کار خودم انجام دادم، این را خودم کردم. ولی زمانی که پوینت منفی داشته باشم میگه من این را نکردم، یعنی من دازه در گردن یک شخص دیگه که به خاطر تو شده یا این کار اشتباهی که صورت گرفته از من نبوده، این از خودت بوده. در حالی که زمانی که یک فرد میخواد که یک کار انجام بده وقتی که در او شکست میخوره باید شکست خود بپذیره. ولی افراد آنقدر افراد میکنن شکست های خود اصلا به شکست های خود توجه نمیکنن، شکست های خود نمیپذیرن، او را مندازن به گردن دیگرا که اشتباهی کشیده به خاطر تو شده نه به خاطر من. و بعض اوقات ای افراد حق هم داره که شک داشته باشن، چون همیشه وقتی به یک فرد اعتماد کردن یعنی کار کردن که اعتمادش را دیگه از دست بده پیش همین فرد. آیا اختلال شخصیت هم راه درمان هم داره؟ یعنی افراد میتونن که از شر اختلال نجات پیدا بکنن؟ بله، میشه که از طریق رفتار درمانی به این افراد کمک کرد، چون بعضی افرادی که این مشکل دارن فکر میکنن که مشکل ما قابل حل نیست و حتی او را قبول هم ندارن. ولی میشه که با کمک همی کسایی که در دور برش هست یا اعضای خانوادهش میشه که با این فرد همکاری کنن. بعد از طریق تمرین های آرامش سازی و همچنان شیوه هایی هست که وجود داره به خاطر کنترل استرابی افراد، جلساتی که به صورت اگر اینا جلسات به صورت منظم و بهترتر ادامه بدن میشه که زود نه ولی به صورت تدریجی یا به صورت آرام آرام میشه که در رفتارهای از اینا تغییرات به وجود بیاید. بله، معمولا همین مسئله بین زوجان بیشتر هست، مخصوصا در جامعه مثل افغانستان. چگونه میتونیم که همین مسئله را از بین زوجان دور کنیم؟ میشه که با دو نفری که مثلا این مشکلات طبعا وجود داره بین وقتی که دو شخصی که مثلا نامزد میشن یا دو شخصی که ازدواج کردن، ما زیادتر مراجعین داریم که از این مشکلات دارن و از این مشکلات رنج میبرن و خیلی زیاد میگن که زندگی بر ما خسته کننده شده به خاطر از این. مثلا یا خانم میگه که شوهرم سر ما اعتماد نمیکنه، مثلا دائما تلفن ما را میبینه چک میکنه که امروز کی هستی با کی صحبت کردی، یا مثلا شوهرشان خانم از شوهر میبینه. این قسم ما میتونیم از طریق مشاوره این مشکل که بین این دو نفر وجود داره حل کنیم. باید جدا جدا با اینا مشاوره گرفته شود تا اینکه مشکلشان حل شود. و این افرادی که به اختلال شخصیت شکاک مواجه هستند، آیا جز ای که نزد مشاوران، نزد روانشناسان مراجعه بکنن، راه دیگه داره به خاطر ای که از شر همین اختلال نجات پیدا بکنن؟ اگر خود افرادی که در خانواده می باشن این رفتاره از این رو ببینن، به صورت واضح اگر بگویم زندگی کردن با این قسم افراد خیلی زیاد مشکل است، چون زیادتر از اینا مشکل خود قبول نمیکنن. بنان بهتر همی است که مشاوره گرفته شود و در کنار از با کسی که امرایش می باشه، مثلا اگر
خواهرش از یا برادرش از یا پدر با اونا باید صحبت شده که با اینا همکاری کنن، و همیشه جلسات ادامه بدن تا ای که در رفتارهایشان این اختلال هم منشأ در مثلا در طفولیت میتونه داشته باشه که عاملش از امو یا منشأش یا ریشهش زمان طفولیت آغاز شده باشه؟ بله ها، چون پدر و مادر یک الگوست به کودکای خود، هر رفتار کنن، هر گپی که در مقابل کودک بزنن، این سبب از این میشه که سر طفل تاثیر داشته باشه. بله. خصوصا تحقیر کودک در خانواده میشه، توهین زمانی که میشه، یا از طرف خود اعضای خانواده یا اطرافیایش کسایی که در دوروبرش هستن، رفتارهای از اونا خیلی زیاد سر کودک تاثیر میمونه. به گفته جان لاک یک روانشناس است، میگه که ذهن کودک مانند یک لوح سفید است. زمانی که یک چیز به او نقش شود دیگه هیچ وقت پاک نمیشه. بعد از این رفتار پدر مادر است، رفتار خانواده است، یا ای که مثلا وارد مکتب میشه استاد مثلا یا وارد اجتماع کسایی که دور بر یاد محیط کاری، این خیلی میتونه سر از این فرد تاثیر بانه و بعد رفتارای داشته باشه که هم مشکل ده تحصیلش پیدا شه و هم در روابطش پیدا شه و هم در کارش پیدا شه و خیلی میتونه مشکل ساز باشه برش. بانو حسینا، میشه که صحبت هایی داشته باشین یا پیام داشته باشین به این گونه افراد، به افرادی که مبتلا با شخصیت شکاک هستن؟ گفتنیم به این قسم افرادی است که وقتی که اطرافیانش یا میبینن که شخصی است که چنین مشکل داره، را میشه که همراهش صحبت شوه، همراهشان گپ زده شوه تا که اونا پیش یک مشاور برند به خاطر گرفتن جلسات روان درمانی تا که تغییرات در رفتارشان پدیدار شوه. سلامت باشین. تشکر. دوستای عزیز، تشکر از این که بیننده این بخش بودین. حالا هم یک درنگ کوتاه داریم، در ادامه با خالد باشین در بخش هنر.